بریم سراغ بخش بعدی و میخوایم در رابطه با ریسایکل بین صحبت کنیم. ما پوشه فایل هامون رو به قسمت پایین منتقل کرده بودیم با علامت منفی که در این قسمت مشاهده میکنید. پنجره فایل های ما به صورت مینیمایز شده در قسمت تسکبار نشون داده میشه و میتونیم دوباره اون رو به این صورت برگردونیم به حالت قبل. یا با زدن این مربع میتونیم صفحه کاریمون رو به صورت ماکسیمایز در بیاریم، این که دوباره اونو به حالت قبلی و کوچیک شده در بیاریم. در قسمت قبلی ما اومدیم در رابطه با ایجاد فایل ها صحبت کردیم. در این قسمت میخوام یه فایل رو پاک کنم و در رابطه با پاک کردن فایل ها صحبت کنیم. برای مثال ما فرض میکنیم که داخل این پوشه یک سری فایل داریم، مثلا عکس و فیلم داریم. من میام راست کلیک میکنم و دیلیت رو میزنم. از ما تایید رو میخواد که این دیلیت انجام بشه یا خیر، که من یس رو میزنم و به این صورت اون پوشه حذف میشه. فقط دقت کنید که این پوشه به صورت موقت حذف شده و ما دوباره میتونیم اونو بازیابی کنیم. یعنی این فایل موقتا از دید خارج شده ولی همچنان فضای کاری ما رو اشغال کرده و یک مقدار حافظه سیستم ما رو درگیر میکنه. من حالا میام این فایل باز میکنم، به این صورت همونطور که مشاهده میکنید وارد پنجره ریسایکل بین شدیم و میتونیم سطل بازیافتمون رو مشاهده کنیم. این سطل بازیافت هستش، به اصطلاح به اشتباه یه سری سطل آشغال بهش میگن که تمام فایل پاک شده ولی به این صورت نیست. ما میتونیم این فایل ها رو برگردونیم و امکان برگشت فایل ها وجود داره، ولی اگه ما این فایل ها رو از اینجا به صورت کامل پاک کنیم دیگه امکان برگشتش وجود نداره. ما برای اینکه فایل ها رو به صورت کامل از سیستم و از حافظمون پاک کنیم به صورتی که وارد ریسایکل بین نشه، میتونیم دکمه شیفت رو بگیریم و دیلیت رو انتخاب کنیم. من این قسمت میام یس رو میزنم، فایل ما به صورت کامل پاک شد و دیگه وارد ریسایکل بین ما نخواهد شد. من حالا میام کنترل A رو انتخاب میکنم، تمام فایل های موجود داخل این قسمت رو هم پاک میکنیم تا خلوت بشه و بهتر این موضوع رو درک کنیم. یک بار دیگه من فایل 5 رو شیفت دیلیت میکنم و اوکی میکنم. همونطور که میبینید وارد این قسمت نشد، ولی اینو مثلا من میام دیلیت میکنم. الان سطل بازیافت ما پر شد و دارید فولدر شماره 4 رو مشاهده میکنید. پس به این صورت فایل ها میتونن وارد این سطل بازیافت ما بشن، یا اینکه ما میتونیم بیایم و مستقیم اونها رو پاک کنیم و دیگه وارد سطل بازیافت هم نشن. برای مثال من میتونم فولدر شماره 4 رو به این صورت بگیرم و برگردونم سر جای خودش، از این قسمت خارج میشه. پس به خاطر همینه که فضایی رو از ما اشغال میکنه، فضایی رو درگیر میکنه. اگه بخوایم اون فضا کاملا خالی بشه بعد از سطل بازیافتمون هم بیای اونو خارج کنیم. برای مثال من تمام این سه تا فولدر رو میام پاک میکنم، وارد سطل بازیافت میشه و بریم سراغ بررسی سطل بازیافتمون. ما در این قسمت زمانی که ریسایکل بین تولز رو انتخاب کنیم وارد این قسمت میشیم که این چهار تا ابزار الان در اختیار ما هست و میتونیم ازش استفاده کنیم. زمانی که این قسمت رو انتخاب کنیم تمام مواردی که داخل سطل بازیافت هستش به صورت کامل پاک میشه. ما در این قسمت میتونیم وارد پنجره تنظیمات سطل بازیافتمون بشیم و در این قسمت میتونیم ماکسیموم حجمی که میتونه اشغال بشه رو مشخص کنیم که به صورت دستی مشخص میشه، یا اگه ما این قسمت دوم رو انتخاب کنیم فایل ها به هیچ عنوان وارد سطل بازیافت نمیشه و مستقیما حذف میشن. پس این قسمت رو انتخاب میکنیم و یک حجمی رو بر اساس مگابایت براش در نظر میگیریم. اگه این قسمت فعال بشه ما در هنگامی که داریم فایل رو پاک میکنیم از ما سوالی میپرسه که آیا مطمئن هستید که میخواید این فایل پاک بشه؟ اگه غیر فعال باشه این هشدار رو به ما نمیده که بهتره که این قسمت رو فعال کنیم تا همیشه این قسمت در اختیار ما قرار بگیره. فایل رو میزنیم، اوکی میکنیم و این هم بخش تنظیمات. اما بریم سراغ قسمت بعدی که ریستور هستش و تمام آیتم هایی که ما
پاک کردیم و به این قسمت اومده، به جای خودشون برمیگردن. من این قسمت رو بزنم و اوکی کنم، الان تمام فایل هایی که اینجا بود برگشتن سر جای خودشون و الان در این قسمت قرار گرفتن. ما دوباره میتونیم اینها رو بیایم پاکشون کنیم. دیلیت رو میزنم و مثلا من اینو انتخاب میکنم. زمانی که این قسمت رو بزنیم، اون مواردی که انتخاب شده و آیتم هایی که سلکت شدن به جای خودشون برمیگردن. پس این هم تنظیمات مربوط به سطر بازیافت ما بود که خواستم بهتون توضیح بدم. بسیار پرکاربرده و شما باید کار کردن با اونو بدونید. در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ ادامه مواردی که داخل ویندوز وجود داره.